کارای بچه های ایران رو بیشتر دوست دارم، یعنی روک بگم بچه کاری که بچه ایران میکنن یه کارایی که به دلم بیشتر نشسته تا الان، نه که کار این ور بد باشه یا کار اون ور بهتر باشه، نه خوبه، ولی میدونی چی میگم، انگار چون که توی ایران هستم یه چیز سخت‌تر به دست میاد، آدم بیشتر دوست، چون سختی میکشم. من تو اون شرایط بودم، حالا جان ببخشید کلامت، من میدونم واقعا یه موزیک ساختن توی ایران چقدر درد سر داره، شعرش، موزیسیناش، شاعر دیگه، کار که بری تو استودیو بخونی، ضبطش کنی، بدی بیرون، همه چیز زیر زمینیه، همه چیز پشتبانی نیست، همه چیز زیر زمینیه. خب محشر جون، از بین گفتی خواننده های ایرانی رو دوست داری، موسیقی پاپ ایرانی رو حتما دوست داری، از بین تمام این خواننده ها که تو ایرانن فیوریتت کدومه؟ کدوم بیشتر از همه دوست داری؟ کارهایی که بیشتر گوش میکنی؟ من کارهای آقایم دیگه، همه آقای آره دیگه کدومشون بیشتر؟ کارهای رضا صادقی رو خیلی دوست دارم، بعد کار بنیامین رو خیلی دوست دارم، البته آلبوم اولم هم شعرش رو یکیش رو آقای بنیامین گفته بودن. خیلی ها هستن، نمیشه انتخاب کرد، ولی واقعا آقای رضا صادقی نمبر وان. من خلاف کنم فیوریتون محسنی بلنسی. نه من هست فیوریتی ندارم. من همه رو دوست دارم، همه هم کاراشون قشنگه. نه واقعا فیوریت که خواه همه شون خوب هم، محسنی گانه خوب، رضا عالیه، بنیامین خلاف خیلی خوب هم بچه ها توی رو به نحوه خودشون تک تک عالیه. ولی محشر به یه چیزی بهتون بگم، الان این تو مارکت لس آنجلسی کار برای محشر خیلی، نمیخوام کسی رو نفی کنم، ولی تو دهه اخیر ببین گوگوش داریم، هایده داریم، محسی داریم، مکان همه خواننده هایی که هنوز دارن گوش میکنن یا مثلا تو مارکت هستن، یا خدا بیامرزه محسی و هایده رو اون بهشون هر چی خاطر اون اون به شما باشه، خدا بیامرزه، ولی هر چی هستن الان دارن گوش میکنن، همه مال مارکت قدیمن. خواننده زن خوب چند سال اخیر نیومده، برای همین من دارم ازت پرسیدم، به خاطر اینکه ببین الان مرد خواننده مرد هر روز داره خوب میاد، مثلا خیلی اومدن از جوونا، همه دارن میخوان افشین خوبه، فرشیدم این خوبه، همه برای خوش مارکت دارن، برای خواهش برای خواننده زن میام، خیلی دوست دارم، خیلی واقعا هنرمندم، میام میخوام، ولی یه کسی که بتونه یه ریولوشن بزنه، من فکر کنم تو میتونی این کارو بکنی. آره چون تو سبک داری میتونی این کارو بکنی و اینکه خب تو آلبوم داری. صداتون هم خیلی دیفرنته. مرسی، خیلی صداتون فرق میکنه. مرسی لطف میکنی. من خیلی فکر میکنم. من صدای خانم لیلا فروهر خیلی دوست دارم. وای وای من عاشق صدای لیلا فروهر. مخصوصا آهنگ آرزوی من اینه. یعنی انقدر این آهنگو من دوست دارم، وقتی گوش میدم تمام بدنم انگار حسش میکنه، صداشو میدونی خوبه، آدم همیشه خوبه یه الگو داشته باشه. آره بعد مثلا تو حساب کن، ولی مثلا مرد الان مثلا ما داریم صحبت میکنیم، مثلا خب ما ستار رو داریم، داریوش رو داریم، اصلا داریوش این آلبوم جدیدش اصلا قوغاست به خدا، اصلا همه آهنگاشو باید هی ریپیت کنی، چون اصلا یه بار متوجه نمیشه این آهنگ چی بود. ببین چی بگم، من داریوش رو من مطمئنم خیلی با من هم عقیدن خواننده ایه که همیشه در حال پیشرفته. آلبوم معجزه خاموش واقعا عالیه. ستارم که دیگه قربونش برم، که ستارم که قربونش برم، که هر کسی فارغ باشه هر وقت گوش کنه عاشق میشه. تو این حساب بازم خانم گوگوشی داریم الان از مرداد آسمانی، با اینکه جدا شده ولی بازم داره خیلی خوب میخونه آهنگ برای ایلاهو، خیلی خوبه. گوگوش اسطوره است، واقعا اصول است. لیلا فروهر از 4 سالگی تو فیلم بوده، سلطان قلب ها بازی کرده تو فیلم های خیلی خوب داره. مثلا فرمان چقدر وقت داریم؟ وقت داریم هنوز؟ 3 دقیقه کلن تا بریم باسه موزیک ویدیوی آخر. مرسی مهندس احمد، پیام که نداریم. خب خیلی نمیدونم چرا اینقدر وقت زود میگذره، دقت کردی؟ اصلا بله. اینجا روزا زودتر نمیگذره. چرا؟ اینجا خیلی میگذره. من میخوام روز روزا بگذاره، من اینجا میشینیم. این آهنگ با رو موجه مکسیکایی، ما الان رو وقتای مکسیکایی. در مورد آهنگ هایی که خوندی ایران آزاد، شاعرش کی بوده؟ شعرش رو همین بهنام جهان بفلو درست گفتن. بهنام ما واقعا معذرت میخواییم عزیزم، ما مخلصیم، این چیز دیگه اشتباه لپیه. خب بله، شعرش هم ایشون گفتن،
بعد آهنگش هم ایشون زحمتش کشیدن. پس بابا این تمشه تمومه. یه نشسته بود خودش چیز کرده بود وقتی که بهم زنگ زد. آره گفتش که یه آهنگ هست اینطوری شعرشو گوش کن ببین دوست داری. وقتی که شعرشو پشت تلفن گوش دادم بعد موزیکش هم تو واسم زمزمه کردم خودش هم خون. چون میدونین توی مدت زمان خیلی کم بود ما اینو خواستیم. آره من تو جریانش هستم. من میدونم. برادران عزیز میدونید چه بالاخره من افتخار دارم که دارم با خانم دیجی مریم افتخار بندار همکاری میکنیم. به زودیش آهنگای جدیدشون کنسرتاشون حتما میاد سراسر کانادا و امیدوارم که همه بیان پروموت کنن بیان همه ساپورت کنن ما رو. من تلیه حتما از طریق این شبکه خودم تو کار موسیقی حتما سعی میکنم که در کنارشون باشم چیزی که بلدی سنده اگه چیزی باشه من در خدمتشون هستم. یه سوال آخر بپرسم چون وقت نداریم زیاد. تا حالا شده چیزی رو بخوایی نتونید داشته باشی؟ سوال سخت. اگه سخته پس سخته باید باید جواب بره چون زیاد وقت نداریم. دوست داشتم اونطور که میخواستم تو ایران برنامه هم اجرا میکردم واقعا یکی از آرزوم. حالا هدفت برای آینده چیه اینجا؟ چیکار میخوام کنم؟ آلبومی؟ کنسرتی؟ درسی؟ چیزی؟ آره درس رو میخوام برم رشته موزیک بخونم اینجا ادامه بدم ولی خب یه جورایی به خودم به خانوادم به کسایی که اطرافم بودن قول دادم که اقلا اون سختیه که تو ایران بعد از این مدتی واقعا کشیدم اقلا اینطوری بتونم جبرانش کنم. خب من از طرف خودم از طرف تلیه خیلی ازت تشکر میکنم اومدیم برای اولین بار. واقعا عالی بود. واقعا دوست داشتنی کارات خود دوست داشتنی. خیلی خوشحالم که اومدی و امیدوارم که بیشتر و بیشتر ازت بشنم. این صحبت آخری اگه داری چند ثانیه ما وقت داریم تو میتونی بکنی بعد وقت نداره من خدافظی کنی. از همه مردم بیننده های عزیز که این برنامه رو میبینن تشکر میکنم. امیدوارم شب و روز خیلی خوبی داشته باشن. خب منم به هر خواهش میکنم قربونت برم. مرسی که اومدی. منم به همراه تلیه به همراه دیگه منم بعدم خدافظی میکنیم. آخر برنامه موزیک ویدیو از برنادام بزنیم بهتون قول داده بودیم تا هفته دیگه جمعه شب دیگه. خدا نگهدار.